با سلام محمد متین داودی هستم و در خدمتتون هستم با آموزش اصول مدل سازی سیستم های دینامیکی و کنترلی در فصل اول آموزش اصول مدلسازی سازی سیستم های دینامیکی و کنترلی در خدمتتون هستیم با مقدمات سیستم های دینامیکی اینکه ما اصلا بشناسیم سیستم دینامیکی چیه چه دسته هایی داره و ما چطور میتونیم یک سیستم رو مدل سازی بکنیم این اصول اولیه رو باید در ابتدا داشته باشیم تا در ادامه به موارد دیگه بپردازیم خب یکی از بحثه که همیشه وجود داشته این بوده که ما چطور یک سیستم فیزیکی مثل این سیستم جرم و فنر و دمپر یا این سیستم پاندولی که مشاهده میکنید رو بتونیم مدلسازی فیزیکیش رو انجام بدیم. خب اول باید یک سیستم رو ما تعریف بکنیم. ما مجموعه یا ترکیبی از علمان مختلف رو سیستم می نامیم اگر که در کنار همدیگه برای یک هدف خاص بتونن یک کاری رو انجام بدن. به عنوان مثال این سیستمی که اینجا میبینید تحت عنوان یک جرم یک فنر و دمپری که در کنارش قرار گرفته میتونه در سیستم تعلیق خودرو به کار گرفته بشه که ما سه تا المان داریم که در یک خودرو واقعی فنر و دمپر قرار میگیره روی یک تایر که این تایر هم میشه همین جرم ما و ما مدل فیزیکی رو در میاریم به مدل ریاضی تبدیل میکنیم و این کاربرد خاص رو خواهیم داشت به همین شکل برای سیستم دیگه همین اتفاق می‌افته. اما وقتی که ما میگیم یک مدل ریاضی بتونیم داشته باشیم بعد از ساده سازی باید به یک differential اکویشن یا یک معادله دیفرانسیل یا در حالتهای دیگه به ترانسفر فانکشن تابع تبدیل و یا مدل فضای حالت اون دست پیدا بکنیم. اما چطور میتونیم این کار را انجام بدیم و چه مراحلی باید طی بشه؟ مرحله اول این هستش که ما یک دیاگرام از اون سیستممون که دیاگرام ساده شده بر اساس قوانین فیزیکی هست رو داشته باشیم و در داخل اون وریبل ها یا متغیر های مهمی که بر روی رفتار سیستم ما رفتار دینامیکی سیستم ما تاثیر دارن رو تعریف بکنیم توی مرحله دوم بیایم از قوانین فیزیکی حاکم بر اون سیستم استفاده بکنیم ببینیم سیستممون از چه نوعی هستش که حالا این دستبندی رو ما جلوتر میبینیم و بر اساس اون از قوانین فیزیکی که وجود داره استفاده بکنیم تا در نهایت به یک مدلی برسیم. مرحله سوم یکی از مراحل بسیار مهمه اینه که یک وریفیکیشن یا صحت سنجی رو روی سیستممون یا اون مدلی که برای سیستممون طراحی کردیم داشته باشیم که به این شکل عمل میکنه که ریزالت ها یا خروجی هایی که از مدل ریاضی به دست آوردیم رو با یک سری دیتاهایی که برای ما صحت سنجی شده هستن مثلا دیتاهای فیزیکی یا اکسپریمنت مقایسه بکنیم و ببینیم که آیا مدل داره به درستی عمل میکنه یا خیر البته ما توی لولی که داریم کار میکنیم بر اساس حس فیزیکی خودمون در اون سیستم ها میایم و اون کار رو انجام میدیم که حالا در فازهای آینده بهتر متوجه میشید که این چه معنی رو میتونه داشته باشه اما برای اینکه ما یک سری تعاریف اولیه داشته باشیم یکی از مهمترین اونها اینه که ما یک مروری روی تبدیل لاپلاس داشته باشیم ما در ریاضیات اگر بخوایم یک مدلی رو از فضای زمانی به فضای لاپلاسی ببریم که کارمون در سیستم های کنترلی راحت تر بشه باید در ابتدا اون تابعی که تحت عنوان تابع اف تی میشناسیم رو برای خودمون تعریف بکنیم این تابع در واقع یک تابعی از زمان هست که این زمان میتونه ثانیه یا هر چیز دیگه ای مثلا باشه بعد از اون ما باید میام یک متغیری تحت عنوان S تعریف بکنیم که این S در واقع همون متغیر لاپلاس ما هستش که وقتی که تبدیل لاپلاس رو ما انجام بدیم میتونیم از این استفاده بکنیم یه اپراتور داریم تحت عنوان اپراتور لاپلاس که ما به این شکل رو نمایش میدیم که باز هم بهش میگیم لاپلاس اپراتور یا اپراتور لاپلاس که روی تابع اعمال میشه و در نهایت تابع خروجی که اف بزرگ بر مبنای اس باشه رو بر ما به وجود میاره که این هم تابع جدید ما هستش که ما این رو بعدا میبینید که با یه سری تغییرات ازش به ترانسفر فانکشن سیستم دست پیدا میکنیم اما این تبدیل لاپلاس چیه ببینید تبدیل لاپلاس رو شما میتونید به این شکل تعریف بکنید که اپراتوری هستش که تابع ورودی تی رو دریافت میکنه یه سری کارهایی روش انجام میده که ما بهش میگیم تبدیلات لاپلاس و در خروجی فرس رو به ما میده حالا بیایم ببینیم که در ریاضی واقعا اینجا داره چه اتفاقی میفته ببینید اگر من بخوام تابع اف تی رو لاپلاسش رو محاسبه بکنم در واقع با اف اس خواهد بود باید یه انتگرالی رو بیام حساب بکنم این انتگرال از صفر تا بی نهایت ای به توان منهای اس تی دی در همون تابع اف ما هستش اگر ما یه همچین انتگرالی رو حساب بکنیم که حالا هم میتونیم بکنیمش بگیم که انتگرال صفر تا نهایت ای به توان منهای ft، دیتی اگر ما این انتگرال رو حساب بکنیم خروجی یک تابعی هستش که فقط درش متغیر اس وجود داره چرا که اینجا دیفرانسیل انتگرالمون بر مبنای تیه از صف تا نهایت تی از بین میره و فقط اس باقی میمونه بنابراین ما به این شکل میتونیم لاپلاسیان یعنی یک تاور رو حساب بکنیم همونطور که لاپلاس یک تاور رو حساب میکنیم میتونیم بیایم یک تابه در مبنای لاپلاس وارد یک سیستمی بکنیم که اون لاپلاسیان یعنی معکوس هست و خروجی رو در واقع به ما اف تی بده که خب این یه لاپلاس معکوسگیری هستش که هر جایی نیاز بشه ما میتونیم اون رو انجام بدیم اما توی توابع معروف لاپلاس رو ما میتونیم بیایم محاسبه بکنیم که حالا این چون کار زمانگیری هست و معمولا اینها توی همه رفرنس ها و مراجع وجود داره من فقط لیستی از اینها رو اینجا آوردم به عنوان مثال اگر ما یک تابع واحد یعنی در واقع اف تی برابر با یک رو وارد یک سیستم بکنیم و بخوایم لاپلاسش رو محاسبه بکنیم اتفاقی که میفته این هستش که اف اس در اینجا برابر میشه با انتگرال صفر تا بی نهایت ای e به توان منهای تی در اف که اف اینجا یکه دیتی اگر این رو محاسبه بکنیم خروجی که به ما میده برابر با یک اسم هستش که البته اس هم برای اس بزرگتر از صفر تعریف میشه شما میتونید این کار مشابه رو برای اف های مختلف انجام بدید مثلا اگر اف برابر با ای به توان ای در تی رو بذارید این رو وارد اپراتور لاپلاس بکنید خروجی که به شما میده یک به اسم منهای A خواهد بود و به همین شکل توی این جدول میبینید که توابع معروف مثل تی به توان این، سینوس ای تی کوسینوس ای تی سینوس و کوسینوس هایپربولیک و موارد دیگر رو محاسبه کردیم که این توابع معروف بیشتر توابعی هستند که ممکنه به کار ما بیان پس شما میتونید یک بار اینها رو انجام بدید و از این لیست هم در واقع استفاده بکنید که البته بعد از چند بار انجام دادن این فرایندها همه اینها تو ذهنتون خواهد بود حالا این تبدیل لاپلاس چه کاربردی میتونه داشته باشه ما چون داریم یه جمع روی این مدل های ریاضی میکنیم اینجا سعی میکنیم که روی یک مدل فیزیکی هم به معادله دیفرانسیل حاکم بر سیستم دست پیدا بکنیم و از تبدیل لاپلاس استفاده بکنیم و ترانسفر فانکشن رو هم به دست بیاریم تا یک مروری روی این سیستم داشته باشیم ببینید ما یک سیستم جرم و فنر و دمپر داریم. گفتیم که مرحله اولینه که این سیستم ساده سازی بشه و یه فری بادی دیاگرام رو داشته باشیم. نمودار جسم آزاد ما که اگر یک جرم m رو ما اینجا در نظر بگیریم، نیروهایی که بهش وارد میشه. بر اثر حرکت به سمت بالا ما یک نیروی داریم تحت عنوان m در a یا شتاب. که همون m x دابل دات میشه. همچنین یک نیروی فنری به سمت پایین وارد میشه که kx هست طبق قانون هوک و همچنین یک نیروی دمپینگ ما داریم که این همیشه هم c در x. دات. اینا نیروهایی هستش که داره وارد میشه. برای اینکه ما حالت کلی رو در نظر بگیریم من یک نیروی f هم اینجا اضافه میکنم. میگم فرض کنید که یک نیروی f هم داره به سمت بالا بر اساس حالا یک تابع زمانی وارد میشه. پس اینجا عملا من میتونم این نیروی F رو هم قرار بدم. حالا میام از یک قانون فیزیکی که در سیستم حاکم هست استفاده میکنم که اون هم در واقع همون قانون نیوتون باشه که میگه اگر سیگما نیروهای وارده به سیستم رو شما محاسبه بکنید برابر خواهد بود با جرم اون در شتاب سیستم که همون در واقع M x دابل داد خواهد ما اینجا چی کار میتونیم انجام بدیم؟ میتونیم بیایم یک مختصات رو به بالایی که اینجا میبینید رو در نظر بگیریم. بگیم نیروهایی که داره به سیستم وارد میشه. یک نیروی منهای KX هست. نیروی منهای CX داد هست. و نیروی F اکسترنال یا F خارجی که داشتیم رو داریم. که این هم میشه MX دابل داد. سیستم رو اگر مرتب بکنیم معادلش رو به یه چنین چیزی میرسیم. که MX X و علاوه سی ایکس دات کی ایکس مساوی با F خارجی یکی از نمایش های کاربردی برای این سیستم جرم و فنر و دمپر اینه که با یک تغییر کوچیک تو سیستم بریم یه ذره اون رو تر بکنیم یه پارامترهایی تعریف بکنیم که به ما کمک بیشتری میکنه اون پارامترها چی هن؟ اولیش اینه که فرکانس طبیعی سیستم رو تعریف بکنیم. قبلش من این سیستم رو تمام طرف اینش رو به یه M تقسیم میکنم. به جرم تقسیم میکنم. میشه x داد به علاوه c اموم x داد به علاوه k اموم x مساوی با f تقسیم بر m که من این f تقسیم بر m رو u تعریف میکنم. که یک حالا تغییر کوچیکی توش ایجاد میشه. میام در اینجا اومگا انی تعریف میکنم که بهش میگیم فرکانس طبیعی سیستم یا نچرال فریکونسی سیستم که رادیکال کی اوم هست و همچنین یک زتایی تعریف میکنم که این زتا هم برابر با نسبت دمپینگ سیستم که حالا به صورت C به دو برابر ام اومگا ان تعریف میشه با تعریف این دوتا پارامتر سیستم ما میتونیم یک نوشتار جدید داشته باشیم که میشه x دات و علاوه دو تا زتا اومگا N در x و همچنین در نهایت اومگا N به توان دو در x این هم مساوی میشه با یو اکسترنال ما این میشه معادله دیفرانسیلی که ما توی سیستم داریم دیفرانسیل اکویشن حالا میخوایم بریم یک نوع دیگه ای از این نمایش رو هم ببینیم از تبدیل لاپلاس استفاده بکنیم که به ترانسفر فانکشن سیستم دست پیدا بکنیم پس من تبدیل لاپلاس رو اینجا انجام میدم تبدیل لاپلاس مشتق ضریب S رو اضافه میکنه به شرطی که شرایط اولیه صفر باشه بنابراین ما در نظر میگیریم که x صفر برابر با صفر باشه شرط اولیه صفر رو داشته باشیم اینجا میشه s 2 xs اگر تبدیل لاپلاس رو من اینجا اعمال بکنم دو برابر زتا اومگا ان در یک اس ایکس اس به علاوه اومگا ان به توان دو در ایکس اس که اینم یو اس میشه یو بزرگ اس در فضای لاپلاس حالا اگر من ایکس اس رو نسبت به ورودیم که یو اس بود در نظر بگیرم اتفاقی که میفته ترانسفر فانکشن رو به دست میارم که چیه میشه اس دو دو برابر زتا اومگا ان در اس به علاوه اومگا ان به توان دو. بنابراین این میشه ترانسفر فانکشن سیستم که ما به راحتی اون رو به دست آوردیم. پس به این روش ما میتونیم یا دیفرنشیال اکویشن یا ترانسفر فانکشن رو به دست بیاریم که البته باز هم نمایش های ای وجود داره که در فصل های بعدی هر جایی که نیاز بشه ما بهش میپردازیم. در بحث مدل سازی سیستم های دینامیکی دستبندی این سیستم ها بر اساس پارامترهای مختلف بسیار حائز اهمیت است اولین دستبندی اینه که نوع سیستمی که ما داریم چه نوع سیستمی هست مثلا لینیر یا خطی هست یا اینکه یک سیستم نان لینیر یک سیستم غیر خطی هستش سیستم های لینیر در واقع میتونن از قاعده سوپرپوزیشن یا جمع آثار تبعیت بکنن و خب قاعدتا سیستم هایی که غیر خطی باشن از این قاعده نمیتونن تبعیت بکنن در فیزیک و در دنیای واقعی در واقع هیچ سیستم لینیری وجود نداره این رو همه میدونیم اما با یه سری فرضیات کوچیک اگر ما بتونیم سیستم رو خطی فرض بکنیم به راحتی میتونیم اون رو با استفاده از قاعده سوپرپوزیشن حل و بررسی بکنیم پس یک مثال ساده از یک مثلا سیستم لینیر میتونه یک مدار الکتریکی باشه که فقط یه رزیستور داره یک مقاومت داره و ولتاژی که در دو سرمون قرار گرفته به دلیل اینکه حالا این ولتاژ میتونه یک ارتباط خطی داشته باشه با جریانی که ازش عبور میکنه ما به این سیستم میگیم یک سیستم خطی سیستم غیر خطی میتونه یک دیود رو داشته باشیم توی سیستم دیودی که میزان عبور جریان ازش یا جهت عبور جریان ازش در اون قاعده دیودها که یک دیاگرام برای دیودها داشتیم کاملا به صورت غیر خطی تغییر میکنه دست بندی دیگه اینه که ما سیستم های تایم این و تایم variant رو داریم یعنی سیستم هایی که بر اثر گذشته زمان پارامترهاشون تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه سیستم های تایم این یا تی و تی رو داریم مثالی که ازش داریم چیه تایم این میشه یک پاندول که بر اساس اینکه اون نیروی گرویتیشنال بهش وارد میشه میتونه یک حرکتی رو داشته باشه اما هیچ چیزی در اون تغییر نمیکنه اما یک سیستم تایم وریانت میشه یک اسپرینگ ماس یا یک سیستم ساده فیزیکی که درش ما یک جرم و فنر و دمپر داریم که این میزان کوفیشنت دمپینگ یا میرایی سیستم بر اثر زمان داره تغییر میکنه فرض بکنید این سیستم انتهاش داخل یک ظرف روغن قرار گرفته که ویسکوزیته روغن داره تغییر میکنه مثلا ما دما رو بالا میبریم ویسکوزیته کمتر میشه و میزان دمپینگ سیستم هم تغییر میکنه این سیستم میشه تایم وریانت مدل سازی سیستم های تایم ورینت باز هم به مراتب سخت از تایم این هست مورد بعدی اینه که کانتینیوس تایم سیستم باشه یا دیسکریت تایم سیستم باشه این هایی که کانتینیوس هستن بر اثر گذشته زمان ما به صورت پیوسته پارامترهامون تغییر میکنه و دیسکریت تایم سیستم مدلی هستش که برخی از اون پارامترهای سیستم به صورت گسسته در اثر زمان تغییر میکنن. یک مثال میتونه تمپرچر کنترل باشه. یعنی ما در یک اتاق میخوایم دمای اتاق رو کنترل بکنیم. ببینید دما یک متغیر پیوسته است که شما در هر لحظه هر صدم ثانیه میتونید یک مقداری رو بهش اختصاص بدید که متفاوت با مقدار قبلی هست و به صورت پیوسته داره تغییر میکنه. اما دیسکریتی تایم میشه یک دیجیتال فیلتر ببینید ما فیلترهای مختلفی که روی سیستم ها ایجاد میکنیم میتونیم با یک سمپل تایم خاص اون رو ایجاد بکنیم که سیگنال رو در اون سمپل تایم یا اون تایم اینتروال ها برای ما پروسسینگ روش انجام بده و در نهایت دیترمینستیک سیستم یا استوکاستیک سیستم ها چه نوع سیستم هایی هستند ببینید یک سیستم دیترمینستیک در واقع سیستمی هستش که کاملا تعریف شده بر مبنای ورودی ها و همچنین شرایط اولیه‌ای که در اون ما داریم و هیچ اتفاق غیر منتظری در جریان مدل سازی اتفاق نمیافته. اما یک استوکاستیک سیستم که میشه سیستمی که به صورت تصادفی اتفاقاتی درش میفته می‌تونه به صورت رندوم نویزها یا فرایندهای غیر عادی رو متحمل بشه مثلا یه دیترمینستیک سیستم میشه یک توپی که ما پرتش میکنیم خیلی راحت شما میتونید بر اساس قوانین فیزیک کلاسیک یا مکانیک کلاسیک اون رو به راحتی مدل سازی بکنید و هیچ اتفاق خاصی توی مدل ساده سازی شده اتفاق نمیافته. اما حالا یک سیستم استوکاستیک فرض کنید که استاک مارکت یا بازار سهام یا بازار بورس دائم در حال بالا پایین شدنه و شما وقتی میخواید این رو مدل سازی بکنید به این راحتی نمیتونید این کار را انجام بدید و اصلی ترین دلیل هم این هستش که هر اتفاق سیاسی و اقتصادی میتونه بر روند این بازار تاثیرگذار باشه بنابراین اتفاقات تصادفی نویزها و فرایندهای تصادفی میتونه این رو تغییر بده توی یه سیستم مکانیکی یا مهندسی هم این اتفاق ممکنه به وفور رخ بده به عنوان مثال توی یک نیروگاه یک بویلر یا هر المان مکانیکی دیگه ای ممکنه دچار تغییرات ناگهانی بشه تغییر دما انفجارهایی که داخلش وجود داره و نویزهایی رو روش بندازه یا برق فشار قوی که نویز رو روی سیستم اعمال بکنه و الی انواع سیستم های دینامیکی از منظر اینکه توی چه فیلدی ما داریم کار میکنیم هم میتونه جالب باشه ما سیستم های مکانیکی رو داریم که مثل همین ساسپنشن سیستمی که اینجا میبینید سیستم تعلیق خودرو سیستم های الکتریکی رو داریم انواع مدارها، امپلیفایرها، کنترلرهای دیجیتال، میکروکنترلرها و غیره. الکترومکانیکال سیستمز رو داریم مثل سرو موتورها، موتورهای دی سی و ای سی و موارد غیره که میتونن با یک گیربکس مکانیکی یک سیستم الکترومکانیکال رو به وجود بیارن. سیستم های بر مبنای فلوید رو داریم که همه مخازن تخت فشار، پرشر ها که تو صنعت هم بسیار پرکاربرد هستن اینجا مدل سازی میشن ترمال سیستم ها یا سیستم های حرارتی رو داریم چیزهایی که توی تاسیسات شما میتونید به وفور ببینید تاسیسات گرمایشی و سرمایشی میتونن جز سیستم های ترمال باشن که کنترلشون بسیار حائز اهمیته و سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی که نمونه هایی از اونها رو دارید اینجا میبینید که سرو موتورها و انواع المان های مختلف رو ما اینجا میتونیم داشته باشیم که ما اصول اولیه مدلسازی ریاضی این سیستم ها رو با هم توی فصل های بعدی بررسی می کنیم. در فصل دوم آموزش اصول مدلسازی سیستم های دینامیکی و کنترلی در ادامه مباحث قبلی می پردازیم به مدلسازی دینامیکی سیستم های مکانیکی. ما یه سیستم مکانیکی ساده رو بررسی کردیم توی فصل قبلی. اینجا سیستم ها رو یه ذره پیچیده تر و با انواع مختلف می کنیم که ببینید که به سادگی از یک قانون ساده فیزیکی ما میتونیم مدل های پیچیده تر رو هم داشته باشیم مدلی که من اینجا آوردم همون جرم و فنا و دمپر هست منتها یه کوچولو پیچیده تر شده علمان هاش تعدادش بالاتر رفته ولی میخوایم با همون قوانین ساده فیزیکی خیلی سریع مدل حاکم بر این سیستم رو داشته باشیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم و نیروهایی که وارد شده و انواع نیروهایی که ممکنه به وجود بیاد روی سیستم رو بشناسیم چون ما این کار رو یه بار قبلا روی یه سیستم مکانیکی مشابه انجام دادیم من دیگه فریوادی دیاگرام رو اینجا نمیکشم فقط به عنوان یادآوری بهتون میگم که ما اینجا یک نیرو حاصل از فنر داریم یک دمپر بی داریم یک فنر دیگه و اینجا هم فنر هر کدوم از این جرم های M1 و M2 که مشاهده می هم در x باید ضرب بشه و مساوی با مجموع اون نیروهای دیگه‌ای که بهش وارد میشه قرار بگیره ما اینجا چون به جای یک جرم دو تا جرم مختلف داریم به دو تا معادله هم خواهیم رسید و در نهایت به دو ترانسفر فانکشن یا تابع تبدیل مختلف دست پیدا میکنیم بیایم سراغ جرم شماره یک. من میگم برای جرم M1 شروع به نوشتن میکنم. میگم که M1 x دابل دات یک که میبینید تغییر مکان یا موقعیت M1 و M2 به ترتیب X1 و X2 خواهد بود. برابر میشه با چه چیزی؟ دونه بدونه. اول یه منهای K1 در X رو ما داریم چون یه نیروی به سمت این داره بهش وارد میشه. پس منهای K1 در X1 رو اینجا قرار میدم. اینجا یک فنر دیگه داریم که K2 هست اما میبینیم که از هر دو طرف هم به M1 اتصال داره و هم به M2. بنابراین نیروی وارد به این فنر در این قسمت برابر میشه با منهای کادو در اختلاف جابجایی x1 و x2 بنابراین x1 منهای x2 رو هم اینجا میذارم چون هر چقدر که x1 به سمت مثلا چپ حرکت بکنه x2 به سمت راست ممکنه حرکت بکنه و اختلاف این دو تا برای ما اهمیت داره به طور مشابه ما برای دمپر هم همین اتفاق رو باید تکرار بکنیم که میبینید منهای b در x x.1 منهای x.2 رو باید وارد بکنیم و در آخر میبینید که یک اکسترنال فورس یو هم ما اینجا داریم که باید با این مقادیر جمع بشه برای جرم M2 به طور مشابه باید بیایم این فرایند رو تکرار بکنیم میگیم M2x دابل دو برابر خواهد بود با من های کی سه در x دو میبینید که یک نیروی احتمالا از اینجا داره وارد میشه دیگه بنابراین ما اینجا رو میذاریم کاسه در x2. این نیرویی که اینجا وارد میشه میشه ترم اول ما ترم دوم میشه منهای های k2 این بار در اختلاف x2 منهای x1 چون باز هم فنر کادو مشترک بین هر دو جرم داره حرکت میکنه و همچنین دمپری که اینجا قرار گرفته هم تأثیرش به صورت منهای های v در x دات 2 من های x 1 لحاظ میشه پس ما به دو تا معادله دیفرانسیل ساده دست پیدا کردیم اینها رو میاریم تو فرمت استاندارد من همین پایین اینجا واردش می کنم. ببینید ما داریم M1 X دبل دات 1 یعنی در واقع همین مربوط به جرم M1 برابر خواهد بود با چه چیزی؟ یا بهتره همه رو بیاریم یک سمت M1 XW1, بی, X دبل دات 1 به علاوه B X دات 1 به علاوه K1 به علاوه K2 در X1 مساوی با B x دات دو به علاوه k2 x2 که x2 رو آوردم اینور x1 رو سمت چپ قرار دادم به علاوه u در نهایت این رو هم با همین فرمت می نویسیم میشه m2 x دبل دات دو به علاوه b x دات دو به علاوه k2 و k3 با هم دیگه جمع میشن در x2 مساوی خواهد بود با B x یک و همچنین K دو x یک که بازم x یک رو آوردم این بر و x دو ها سمت دیگه قرار گرفتن حالا مرحله بعدی این هستش که ما از اینها لاپلاسگیری انجام بدیم اگر من لاپلاسگیری رو انجام بدم اتفاقی که میفته این هستش معادله اولم که این معادله بالایی میشه اسمش رو میذارم معادله شماره یک و پایینی رو میذارم معادله شماره دو که بتونیم ازشون استفاده بکنیم در مورد معادل شماره یک چیزی که میتونیم بنویسیم اینه که M1 S2 به علاوه B S به علاوه K 1 و K2 جمعشون تمام این عبارت یه ضریب X1 S داره خب چیکار کردیم؟ اومدیم از اینجا S2 M1 X داد X دابل دات رو ازش لاپلاس گرفتیم شد M1 S2 در X1 به طور مشابه برای بقیه x1 ها هم این کار انجام دادیم و مساوی قرار میدیم با bs به علاوه k2 در x2s و در نهایت هم اکسترنال فورس یو رو اینجا قرار میدیم. برای معادله دوم هم دقیقا همین کار رو میتونیم انجام بدیم. باید بیایم تبدیل لاپلاس بگیریم، فاکتورگیری انجام بدیم و بنویسیم که m2s2 از اینجا دارم می نویسم که M2 لاپلاسیان مشتق دوم میشه S2 در خود X2 که خب ما X2 رو میاریم بیرون قرار میدیم دوباره به علاوه BS به طور مشابه و در نهایت اینجا هم K2 به علاوه K3 رو داشتیم اون ور تصاوی هم داریم BS و علاوه K2 در X1S که این معادله دوممون رو داره نمایش میده میبینید که ما اینجا هم x1 داریم هم x2 و هم us اینجا هم x2 داریم و x1 برای اینکه ترانسفر فانکشن رو به دست بیاریم طبق تعریف باید به یک x1 s به US ورودی یا US برسیم و همچنین به x2 s به US برسیم که این دوتا ترانسفر فانکشن سیستم رو برای ما تعریف میکنن برای این کار ما باید بیمیم از این معادله اول و دوم استفاده بکنیم. ببینید من اگر از معادله دوم X1 رو بردارم جایگذاری بکنم تو معادله اول فقط چیزی که میمونه X2 خواهد بود. ببینید چی کار میکنم. مینویسم که به عنوان مثال X1 از معادله دوم برابر با چی؟ X1 برابر با X2 X2S در این عبارتی که میبینید. m2s2 به علاوه bs به علاوه k2 به علاوه k3 توی مخرج چی داریم bs به علاوه k2 رو داریم پس من اگر این x1 رو بیارم تو معادله بالای جایگزین بکنم تمام معادله بر اساس x2 و u تعریف میشه پس میارم این رو قرار میدم تو معادله کجا اول چه اتفاقی میفته میشه m1s2 bs به علاوه و K2 در X1 که X1 خودش چیه؟ خود X1 همون عبارت BS و علاوه K2 M2 S2 BS K2 و کاسه خواهد بود در X2 خب و اونوره تصاویه هم به صورت مشابه از اینجا ما خواهیم داشت که من دوباره اون رو نمی نویسم. پس الان معادله شد فقط بر اساس X2 و US که اگر مرتبش بکنیم به یک همچین ترانسفر فانکشنی میرسیم. ببینید توی قسمت بالا BS به علاوه K2 و تو قسمت پایین هم این دو در هم ضرب میشن و منهای BS K2 میشن. پس می نویسم که M1 S2 به علاوه BS به علاوه K1 به علاوه K2 باید ضرب بشه در یه عبارتی که M2S2 به علاوه BS به علاوه K1 به علاوه K2 و این عبارت منهای BS به علاوه K2 بشه به توان دو. این شد ترانسفر فانکشن اولمون. اگر فرایندی که اینجا انجام دادیم رو به جای اینکه x1 رو تنها بکنیم x2 رو تنها بکنیم و به دست بیاریم به طور مشابه میتونیم ترانسفر فانکشن بالا رو هم داشته باشیم. ترانسفر فانکشن بالا این عبارتی که قسمت پایین میبینید که من دارم خط چین میکشم دورش برابر با عبارت سوم اگه قرار بدیم میشه عبارت شماره 3 و قسمت بالایی کار هم میشه M2 S به توان 2 BS K2 و K3 اصل کار این بود که ما به معادله یک و دو برسیم و بقیهش میشه جایگذاری. پس یه بار مرور میکنیم. با معادلات نیوتون. رسیدیم به یک همچین معادلات دیفرانسیلی با ساده سازی و لاپلاس گیری به یه همچین معادلاتی رسیدیم معادلات شماره یک و دو بعد از لاپلاس گیری دیدیم که تو معادله اول x1 داریم x2 داریم و u داریم تو معادله دو x2 داریم و x1 برای اینکه ترانسفر فانکشن رو بر اساس ورودی u پیدا بکنیم با ما باید x1 و x2 تو معادلات تنها بشن از معادله پایینی یک بار x2 رو تنها کردم یه بار x1 رو که کیس x1 رو نوشتم شد x1 مساوی با x2 در این عبارت که اگر این عبارت رو توی معادله اول جایگذاری بکنم این ترانسفر فانکشن رو به من خواهد داد به طور مشابه اگر x2 رو اینجا تنها بکنم معادله دوم یا ترانسفر فانکشن دوم رو برای سیستم میتونیم به دست بیاریم و به این شکل این سیستم مکانیکیه که یه کمی پیچیده تر از سیستم قبلی بود رو تونستیم به معادله دیفرانسیل حاکم دست پیدا بکنیم. توی این قسمت میپردازیم به Vehicle Suspension سیستم مدل. یعنی در واقع همون مدل سازی یه سیستم ساسپنشن یا سیستم تعلیق یه خود رو که البته ما مدل رو ساده سازی می و سعی می اون رو به معادلات حاکم برسونیم. خب همینطور که می اگر ما یک سیستم چرخ یا تایر خودرو به همراه ساسپنشن سیستم رو در نظر بگیریم میتونیم اون رو به دو بخش اصلی تقسیم بکنیم ببینید بخش بالایی که من میتونم این قسمت رو براش در نظر بگیرم دارای یک K1 یک B1 و یک M1 هست که البته ما M1 رو نمیبینیم چرا که این میره تو همون قسمت بالایی خود رو که سوار بر چرخ هستش و همچنین یه قسمت پایینی داره که مثلا ما میتونیم این بخشون رو در نظر بگیریم که خب قاعدتا یک فنریت معادل و برای مدل سازی دقیق تر یه دمپینگ معادل و جرم خود تایر رو داره که خب ما اینجا باید از این دو استفاده بکنیم و به یک مدل ساده سازی شده که به این شکلی که در قسمت سمت چپ میبینید برسیم یه بادی مست داریم M1 یه K1 داریم یه B1 داریم و همچنین این یویی ای که بین این دوتا وجود داره یعنی نیروی خارجی که بین این دوتا وارد میشه که مدل سازی رو دقیق تر بکنه همچنین اینجا K2, B2 و M2 رو داریم که تحت عنوان ساسپنشن مس میتونید اون رو ببینید اما حرکت X1 رو ما داریم که مربوط به بادی مس هست X2 رو داریم و همچنین یه W اینجا اضافه شده این W چیه؟ این دبلیو ناهمواری های سطح رو در واقع به ما میده یعنی ببینید سطح ما میتونه یک ناهمواری مثلا سینوسی داشته باشه یا هر تابع دیگه ای که ما این رو وارد مدلمون میکنیم تا شبیه سازی رو بتونه برای ما دقیق تر تا حد ممکن پیش ببره طبق کاری که قبلا هم انجام میدادیم برای سیستم های مکانیکی باز هم میبینید که این سیستم اون خیلی ساده یه سری جرم و فنر رو تشکیل داده برای سیستم اول یعنی در واقع M1 ما شروع میکنیم به نوشتن ما M1 X1 دبل دات رو داریم که باید برابر بشه با نیروهای خارجی که بهش وارد میشه ببینید ما اینجا یه B1 داریم که هم به جرم بالایی وصله هم به جرم پایینی بنابراین در اینجا نیروی من های B1 در مشتقات اختلاف X2 و X1 باید ضرب بشه بنابراین X2 و X1 رو من اینجا اختلافشون رو میذارم همچنین یک کی هم داریم که یکی که اینجا میبینید که میشه دوباره که 1 در x1 منهای x2 یه نیروی یوی هم که اینجا میبینید هم به جرم بالایی و هم به جرم پایینی داره وارد میشه که من به علاوه یه یو رو هم اینجا قرار میدم برای جرم دوممون میتونیم همین کار رو به صورت مشابه انجام بدیم بگیم که m2 x دابل دات برابر میشه با نیروهای خارجی که داره بهش وارد میشه چه نیروهایی رو ما اینجا داریم؟ نیروهایی که میتونیم اینجا تعریف بکنیم ببینید اولین نیرویی که داره اینجا وارد میشه چون به جرم بالایی به صورت منفی وارد شده به جرم پایینی که M2 باشه به صورت مثبت وارد میشه بنابراین ما B1 رو داریم در x.1 منهای x.2 همچنین نوتیشن دیگه ای که بر نوشتن داریم اینه که بنویسیم B1 منفی در x.2 منهای x.1 میبینید که هیچ فرقی با هم ندارم فقط ما عملا این منفی رو بیرون آوردیم یا داخل بردیم من به این فرمت می نویسم که با مدل بالایی بتونیم اون رو راحت تر داشته باشیم پس این قسمت پایین که اضافی هست رو حسبش می‌کنم. پس کاری که انجام دادیم این بود که برای B1 نوشتیم همین کار رو با علامت مثبت برای B2 هم انجام میدیم میگیم که K1 در X1 منهای X2 رو داریم دوباره ما من میتونستیم منفی رو بیاریم بیرون و جای این دوتا رو با هم عوض بکنیم و در ادامه یه B2 رو داریم که اینجا میتونید اون رو ببینید که در نگاه اول فقط متأثر از x2 هست اما چون در واقع ما پارامتر w یعنی تغییرات ناهمواری زمین رو هم اینجا تعریف کردیم به صورت مشابه باید اختلاف این تغییرات رو با مقدار تغییر وضعیت 2 داشته باشیم که میشه b2 در w. منهای x2. به علاوه یک دو هم داریم که در در من منهای x2 ضرب میشه و همچنین نیروی u که در جسم بالایی مثبت در نظر گرفتیمش پس تو جرم پایینی باید به صورت منفی در نظر گرفته بشه این انتخاب علامت ها اختیاریه ما میتونیم بگیم که u در مدل سازی ما به سمت بالا پس برای جرم بالایی مثبت در نظر گرفته میشه برای جرم پایینی منفی در نظر گرفته میشه و بالعکس یعنی اگر اینو به صورت پایین بیاریم اینجا منفی و مثبت جابجا میشه پس برای جرم یک و جرم دو ما به این شکل اینها رو داریم. باز همون دو تا معادله داریم و سه تا متغیر که حالا اینجا البته میتونیم بگیم چهار تا متغیر چون متغیر دویدیو هم توی معادله دوم ظاهر شده اما متغیرهای اصلی ما همین x1 و x2 هستن. من به صورت یک جا هم لاپلاسگیری انجام میدم و هم در یک فرمت ماتریسی خروجی کار رو مینویسم. ببینید اگر ما دونه دونه از اینها لاپلاس بگیریم و همچنین x1 و x2 رو بیرون بیاریم و فاکتورگیری انجام بدیم به یک فرم ماتریسی این چنینی میرسیم. یک ماتریس A تعریف میکنیم که به صورت مثلا M1S به توان دو B1S به علاوه K1 خواهد بود که این چیه دقیقا همین M1S2 و اینجا هم منهای B1S و منهای کا 1 s رو داریم که آوردیمشون این ور تصاوی مثبت شدن این بخش از ماتریس رو میایم ضرب می کنیم توی ماتریس بعدی که کی 1 s باشه در واقع x 1 s و x 2 s باشه به این شکل پس این عبارت در این عبارت باید ضرب بشه با متناظر x 2 جمع بشه که چه چیزیه منهای b 1 s علاوه کای 1 اگر این دوتا عبارت با هم دیگه جمع بشه میشه همین سطر اول یا معادله اول که خروجی این معادله اول هم چیه برابر با یو اس یعنی تنها عامل خارجی که اینجا داریم توی معادله اول برای معادله دوم چیکار باید بکنیم باید بگیم که من های b1 در اس به علاوه k1 و قسمت دومش هم میشه m2 s2 به علاوه b1 به علاوه b2 در اس بعد از فاکتورگیری به علاوه K1 به علاوه کادو که اگر این عبارت در x1 ضرب شه و این عبارت در x2 ضرب شه برابر میشه با b2s به علاوه k2 در WS من های US این فرم ماتریسی داره به ما اطلاعات خوبی رو میده میگه اگر من سطر اول ماتریس رو در این ستون ضرب بکنم برابر با یو اس و اگر این سطر دوم رو در این ستون دوباره ضرب بکنم برابر با این عبارتی که اینجا میبینید میشه که همون قسمت های بالایی رو به صورت فرم لاپلاس به ما میگیم بنابراین من اینجا میگم ما لاپلاس رو گرفتیم و به یک همچین عبارتی رسیدیم یه اسم گذاری ما اینجا انجام میدیم و این رو بهش میگیم ماتریس A که بعدا بتونیم از این ماتریس A ای استفاده بکنیم. سیستم رو شما اینجا میبینید من میخوام معادلات رو ادامه بدم تا به ترانسفر فانکشن های مختلف دسترسی پیدا بکنم. ما یک ماتریس A تعریف کردیم. باید بیایم معادله رو حالا شروع بکنیم به حل کردن. ببینید ما اگر یک معادله داشته باشیم تحت عنوان AX برابر با U و بخوایم این معادله رو حل بکنیم کافیه که بیایم بگیم x برابر با طبق معادلات ماتریسی ببینید همه این موارد ماتریس هست x برابر هستش با a منهای یک در u در واقع a منهای یک در یو رو ما میخوایم الان به دست بیاریم تا مقادیر x رو بتونیم محاسبه بکنیم برای این کار کافیه بیایم بگیم که ماتریس x1 و x2 که من دیگه اندیس های s رو براش قرار نمیدم برابر با یک به دلتا که دلتا رو تعریف میکنیم دترمینان ماتریس A ضرب بشه در چه چیزی؟ در ترانهاده ماتریس A ترانهاده یعنی این که اگر به اسلاید قبلی من برگردم این دو جاشون با هم عوض بشه و این دو علامتشون در یک منفی ضرب بشه بنابراین این فرم رو ما باید بنویسیم ترانهاده ماتریس میشه M2 S2 به علاوه B1 به علاوه B2 در S به علاوه K1 به علاوه K2